مذاکرات وین برای یحیای برجام با بازگشت علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران به وین بار دیگر جان می‌گیرد. امروز سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته است که باید این هفته مذاکرات به پایان برسد. ارتباط مستقیم داریم با همکارم گیتا آرگن در وین و در مقابل هتل کوبورگ محل برگزاری این مذاکرات. گیتا، با برگشتن مذاکره کننده ارشد ایران به وین از برنامه گفتگوها برامون بگو. پیام، در 3 ساعت و نیم گذشته رفت و آمد بسیار زیادی اینجا هست. خب آقای باقری اومد، گروهی از کارشناساش اومدن، انریکه مورا دائم در حال رفت و آمده، نماینده روسیه که اینجا بوده با آقای باقری هم ملاقات کرده، اون هم در حال رفت و آمده، نماینده فرانسه دیدیم که این هتل رو ترک میکنه میره این هتل دیگه اینجا که احتمال داره شاید نماینده آمریکا اینجا باشه. دائم دارن پیغام پسخام میبرن با توجه به اینکه میگن که ایران با یک سری، آقای باقری با یک سری خواسته های جدید برگشته و روی یک سری خواسته های زیر یک سری خواسته های قبلی هم زده که قبل از رفتنش در موردش توافق شده بود. با گیتا، به عنوان پرسش دیگه، چه چشم‌اندازی از این مذاکرات وجود داره با برگشتن آقای باقری؟ خب با توجه به اینکه اگر در تهران دستور گرفته باشه که باز روی همون مسائلی که قبلا میخواستن اصرار دارن میکنن، که یکی همون خارج کردن سپاه از فهرست گروه های تروریستی خارجی باشه که اصلا ظاهرا برای آمریکا خط قرمز بوده، حالا ببینیم آیا اینجا با هم کنار میان یا نه. دیروز توی توییتر یک خبرنگاری گفته بود که خب حالا دیگه همه برگشتن به وین و ببینیم، آیا سوال کرده بود که آیا ممکنه تا آخر هفته این مذاکرات به پایان برسه، که نماینده فرانسه توی مذاکرات جواب داده بود که ایران داره با آتش بازی میکنه، باید بدونه که آدم باید بدونه که زیاده خواهی نکنه، و این سه کشور اروپایی دقیقاً میدونن موضعشون چی هست. خب امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت که هنوز 3 اختلاف عمده باقی مونده. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه که دیروز با بلومبرگ مصاحبه کرده بود گفته بود که خیلی پیشرفت ها بوده، مذاکرات نتیجه خوبی داده تا اینجا، و اینکه انتظار داره که خیلی زود به توافق برسن، اما احتمال اینکه هر لحظه به شکست بر بخورن اون هم هست. از در این بین سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که 97% متن توافق نهایی تهیه شده، که به نظر میرسه آقای باقری با اون به تهران رفته بود و اونجا در مذاکرات که میدونیم خب با شورای عالی امنیت ملی بوده، احتمالاً امروز هم امیر عبداللهیان وزیر خارجه کمیسیون سیاست خارجی مجلس رو در جریان گذاشته بوده، با دستورات جدید برگشته به وین آقای باقری. به هر حال ایران میگه که انتظار داره که آمریکا خواسته هاشو قبول بکنه تا اینکه به قول خودشون یک توافق خوب در اسرع وقت به دست بیاد. ممنون از تو همکارم گیتا آرگن از وین اتریش مقابل هتل کوبورگ گزارش میداد.